استمرار قیام میلیونی مردم عراق در عید فطر و تظاهرات روز جمعه علیه حکومت مالکی و مداخلات رژیم آخوندی. بیانیه قیام کنندگان: کشتار اهل تسنن در عراق در راستای پیشبرد مطامع رژیم تهران است. خداوند ظالمین را سرنگون می کند. شماری از سازمانهای حقوق بشری عراق اعلام کردند فطریه ماه رمضان را به مجاهدان لیبرتی اختصاص دادند. کفا اعدامات، کفا اعتقالات و کفا قتلا و تهجیرا بأهل السنة والجماعة، واسمعوا ونذكركم أيها الظالمون، يا من استقويتم على الضعفاء نذكركم بعاقبة المجرمين. لا يخفى على أحد التدخل الإيراني اليوم في إدارة شؤون العراق، فالله سبحانه وتعالى كما أهلك قوم عاد سيهلككم. همزمان با عید سعید فطر و در هشتمین ماه قیام میلیونی مردم عراق، قیام کنندگان در استانهای بغداد، علمبار، دیالی، نینوا، صلاح الدین و کرکوک در تظاهرات روز جمعه بار دیگر خشم و انزجار خود را علیه جنایات وحشیانه نوری مالکی و رژیم آخوندی ابراز کردند و خواستار سرنگونی دولت توهکار مالکی شدند. این تظاهرات تحت عنوان جمعه تروریسم و اعدام بیگناهان را متوقف کنید برگزار شد و قیام کنندگان در شعارها و پلاکاردهای خود بر حمایت از زندانیان، به ویژه زنان زندانی که در شکنجگاه های مالکی با انواع رذالت ها روبرو هستند تأکید کردند. آنها جنایات شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران را در حق مردم بیدفاع عراق و کشتار زندانیان بیدفاع در زندانهای ابو غریب و تاجی و سایر زندانها را محکوم کردند. بيان رقم 60 حول إعدام الأبرياء في سجون التاجي وأبو غريب. کمیته‌های مردمی قیام کنندگان عراقی در بیانیه شماره 60 خود اعلام کردند اعدام بیگناهان در زندان‌های تاجی و ابو غریب و عملیات پاکسازی نژادی در کمربند بغداد را محکوم می‌کنیم. ما مسئولیت ورود عراق در یک تونل جنگ فرقه‌گرایی را که شروعی دارد ولی پایانی بر آن متصور نیست متوجه دولت مالکی می‌دانیم و همزمان جامعه بین‌المللی را مخاطب قرار می‌دهیم و با آنها می‌گوییم باید مسئولیت بپذیرند. از آنها می‌خواهیم به سرعت در این امر دخالت کنند تا اهل سنت را از یک کشتار که در راستای پیشبرد مطامع مقام‌های رژیم تهران است نجات بدهند. خداوند را بدان و آگاه باش، خداوند ظالمین را سرنگون می‌کند. قیام کنندگان در فلوجه آکسیونی از اعدام زندانیان را نیز برپا کرده بودند. در تظاهرات فلوجه خطیب جمعه این شهر خطاب به نوری مالکی و دار و دسته‌اش گفت: شما را به قدرت خدا تذکر می‌دهیم. به آنها نمی‌گوییم دولت، بلکه می‌گوییم ظالمین، برای اینکه امروز ما هیچ شکلی از اشکال دولت حقیقی را نمی‌بینیم، ولی ما مافیا و شبه نظامیانی را می‌بینیم که می‌کشند و حق ضعیفان را می‌خورند. به این ظالمین می‌گوییم تروریسم خودتان را علیه اهل سنت متوقف کنید. به شما یادآوری می‌کنم ای ظالمین، عقوبت جنایتکاران را به شما یادآوری می‌کنم. دخالت رژیم ایران در اداره امور عراق امروز برای هیچ کس مخفی و پنهان نیست. خطیب جمعه همچنین برای پیروزی قیام کنندگان سوریه بر حکومت طاغی بشار اسد دعا کرد. در تظاهرات مردم سامرا محمد طه همدون
سخنگوی میدان تحصن گفت به دولت مالکی هشدار می‌دهیم که کاسه صبر ما عملاً لبریز شده و این اعمال ممکن است به اموری منجر شود که کسی سرانجام آن را ندارد. خطیب سامر را گفت شبه نظامیان مردم را کوچ می‌دهند و کشتار می‌کنند. مصیبت بزرگتر این است که نخست وزیر به آن اعتراف می‌کند، ولی به جای اینکه شبه نظامیان را هدف قرار دهد، متحسنین صلح‌جو را هدف قرار می‌دهد. نقض حقوق مستضعفین به نحوی خفتبار مباح شمرده می‌شود. روستاها در عراق نابود و روستاییان کوچ داده می‌شوند. هزاران انسان شریف را به زندان‌ها و پشت میله‌های زندان می‌اندازند. ای نخست وزیر، روزی در دادگاه الهی به پای عدالت کشیده خواهی شد. خطیب جمعه رمادی عراق نیز در سخنانش گفت ما در 6 استان قیام کرده ایم تا از مظلوم دفاع کنیم. ما قیام نکرده ایم مگر به خاطر زنان و مردان زندانی و قیام نکرده ایم جز برای حقوق مردم مظلوم عراق. وی در حالی که فریاد لبیک یا محمد سر داده بود، از نمازگزاران خواست دست همدیگر را گرفته و با او هم صدا شوند. صلی الله و سلم علیک یا سیدی یا رسول الله. همزمان با عید سعید فطر، شماری از سازمان‌های حقوق بشری عراق اعلام کردند فطریه ماه رمضان را به مجاهدان لیبرتی اختصاص دادند. آنها تأکید کردند که حکومت مالکی باید با خواست آنان برای اهدای فطریه به طور حضوری در کمپ لیبرتی موافقت کند. به گزارش اصوات الحره، سازمان صلح عراق اعلام کرد شماری از سازمان‌ها و جمعیت‌های خیریه حقوق بشری عراق می‌خواهند فطریه را مستقیماً در داخل کمپ لیبرتی به ساکنان اهدا کنند. ما همزمان خواستار کاهش اقدامات غیرانسانی و محدودیت‌های حکومت مالکی در این عید مبارک فطر هستیم. همچنین سازمان حقوق بشری عراقی اهل الخیر اعلام کرد اهدای فطریه به مجاهدان لیبرتی یک وظیفه انسانی و اسلامی است و دولت عراق باید با برداشتن محاصره ظالمانه، با ورود مواد اهدا شده و کسانی که فطریه را تقدیم کرده‌اند به لیبرتی موافقت کند.